برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مسپال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزه‌له در شهر مقدس کربلا جشن ولادت حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه ویژه کودکان را در شهر مقدس کربلا برگزار کرد. این جشن که به رسم سالهای گذشته برگزار گردید توسط مرکز آموزشی حسنا از مراکز زیر مجموعه و وابسته به مؤسسه مسپال حسین علیه السلام برگزار شد. در این جشن باشکوه حدود 150 کودک به همراه مادران خود شرکت کرده و از برنامه‌های متنوعی مانند نمایش، سرود، مسابقه و غیره بهره‌مند شدند و جوایز نیز میان آنها توزیع گردید. این مراسم برای ششمین سال پیاپی برگزار شد و موجب شادی و سرور بسیار زیاد کودکان و آشنایی آنان با فرهنگ انتظار و شعائر مهدوی گردید. بریتانیا اعلام کرد به عنوان بخشی از توافق با فرانسه برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در کانال مانش طی 3 سال آینده 576 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد. این توافق در جریان نشست مشترک ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون همتای فرانسویش در روز جمعه در پاریس اعلام شد. در بیانیه مشترک دو کشور آمده که این پول یک تمرکز بازداشت جدید برای مهاجران در فرانسه و استقرار 500 مأمور امنیتی و پشتیبانی فرانسوی را تضمین می‌کند تا سریع‌ترین شناسایی تلاش برای عبور توسط قایق‌های کوچک را فراهم کند. دشتی معاون عملیات سازمان آتشنشانی تبریز در شمال غرب ایران گفت بر اثر انفجار در 4 ساختمان مسکونی 3 واحد کاملا تخریب شده و به خودروهای اطراف ساختمان هم آسیب رسیده است. او ادامه داد این حادثه تاکنون 7 نفر فوتی داشته و 3 نفر هم به صورت جزئی مصدوم شدند. 1 نفر زیر آمار محبوس شده که توسط امدادگران نجات پیدا کرد و به بیمارستان منتقل شد.